درود بر شما پنجم تیر ماه 1394 خورشیدی و 26 جوان 2015 میلادی صفحه آخر امشب اختصاص دارد به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در آخر هم پرده آخر خواهیم داشت قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم اجازه بدید که متن ایمیلی رو بخونم که آقای یحیی فیوزی فرستادن در باره طرح نکات مربوط به ایشون و شرکت فیاک کیش در صفحه آخر جمعه پیش فرصت نداریم که من توضیح بدم درباره برنامه هفته گذشته که چه گفتیم خب حتما شما دیدین و اگرم ندیده باشین در یوتیوب و وبسایت صدای آمریکا نسخه کاملش هست من نامه ایشون رو میخونم فقط در حین خوندن این نامه دوستان اسناد مربوطه رو که بعضا هفته پیش پخش شد روی صفحه میذارن آقای فیوزی نوشتن جناب آقای مهدی فلاحتی برنامه جمعه پیش را دیدم و سه صفحه گزارش تابناک که اون اسناد از سایت تابناک برداشته شده بود از سازمان بازرسی کل کشور برنامه جمعه پیش را دیدم و سه صفحه گزارش تابناک تاریخ 17 شهریور 92 که استخراج از گزارش سازمان بازرسی کل کشور تلخیص شده رویت شد موارد زیر فقط در محور برنامه اجرا شده مطرح می‌گردد یک تاریخ گزارش تابناک به روز نیست و خلاصه شده گزارش سازمان بازرسی کل کشور تحریف شده و با برنامه اجرا شده صفحه آخر مغایر است. دو، گزارش تابناک نه تنها افکار عمومی را روشن نکرد بلکه موجب انحراف افکار عمومی و صدمه به حیثیت این جانب شد. سه، لازم و قانونی بود با من تماس گرفته می شد تا اطلاعات کامل و حرفه‌ای و حقوقی پروژه کیش ارائه گردد. چهار، گزارش کیفری پرونده در تاریخ 5 4 به مراجع قضایی ارسال و بنده را احضار و پس از جواب به سوال در مورد کیش تهران و اصفهان بازپرس فرمود بسیار متاسفم به شما ظلم شده و کشور به شما افتخار می کند و به قوه غذایی شکایت کنید من شکایت کردم پنج رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کردند در پروژه کیش فقط 5 میلیارد پرداخت شده شش در گفتار برنامه صفحه آخر با عنوان دزدی گفته شد دوز برد 450 میلیون یورو هفت لازم است در برنامه صفحه آخر بیان شود فرق تقاضای فاینانس از چین تأمین آن با بودجه‌ای که وجود پیدا نکرد لازم است اطلاعاتی در مورد پروژه هایی که زمان عامل اصلی و تعیین کننده است توضیح دهم ده طبق اصل 147 قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور به منظور احتراز از روش های زمانگیر شامل تشخیص تسریع تخصیص است که از روش های متداول در آمریکا و اروپا با ترک مناقصه از متد طرح و اجرای توام استفاده گردد و پروژه به شرکت صاحب تجربه و زیصلاح واگذار گردد 8 در تیر ماه 88 با اعلام فراخوان رسمی در روزنامه از مهندسین مشاور دعوت می شود و شرکت مهندس مشاور بین المللی فیوزی یعنی فیاک انتخاب می گردد برای زمین 180 هزار متر مربع واقع در بزرگراه چمران پس از سه ماه کار و عقد قرارداد رسمی با وزارت مسکن و شهرسازی تایی حکم رسمی کارفرما مطالعه انتخاب سایت مناسب بین پنج زمین در اسفهان و چهار زمین در شیراز و دوازده زمین در جزیره کیش به مهندس مشاور بین المللی فیوزی یعنی فیاک محول می گردد. در تاریخ اسفند 89 تایی جلسه رسمی کارشناسان طرحهای جامع و ارائه گزارشات بررسی مطالعه هیئت جمع شده مقامات در محل وزارت مسکن و شهرسازی یه محل جزیره کیش و سایت پیشنهادی را انتخاب و رسما به شرکت فیاک ابلاغ می نماید در فروردین سال 89 زمین کیش رسما با امضای نماینده ریاست جمهور مدیر عامل وقت کیش و مهندسین و مشاور فیاک تحویل و متعاقبا نقش برداری توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گردد با ابلاغ رسمی شرکت فیاک بدون اطلاف زمان آماده سازی زمین و طراحی برنامه معماری را برای پروژه اجلاس سران کشورهای غیر متحد آغاز می نماید کارگاه تجهیز و نقشه با همکاری مشاورین ایرانی و بین المللی و تایید کارفرما و نماینده رئیس جمهوری تهیه می گردد. بالاخره پس از سه ماه برای امضای موافق نم... موا... موافقتنامه نامه اصولی دستور ثبت شعبه فیاک در جزیره منطقه کیش توسط کارفرما داده می شود. نامه اصولی در تاریخ اول تیر 89 به امزمام نقشه ها و مشخصات ساختمان ها بر روی سایت 140 هکتاری با نمایندگان ریاست جمهوری سازمان منطقه آزاد کیش مبادله می‌گردد برای کارهای انجام شده در تاریخ مبادله موافقت‌نامه اصولی مبلغ 9 میلیارد تومان باید پرداخت گردد که کارفرمان را موکول به تأمین بودجه و تبدیل نامه به قرارداد کامل کرد و تاکید شد که به دلیل زمان کوتاه باقی مانده هر گونه تأخیر شامل جریمه می‌گردد و ادامه کار با شرکت‌های ایرانی، آلمانی، دانمارکی، ترکیه و به خصوص چینی نباید متوقف گردد. نه با اختلاف سیاسی مرسوم در ایران برای کارهای انجام شده در مدت دو سال بلا تکلیفی و اختلاف نظرهای پیش آمده در کار و مطالبات شرکت‌های خارجی و داخلی سازمان منطقه آزاد کیش کارشناسان رسمی دادگستری را استخدام می‌نماید که منجر به ارائه بدهکاری کار فرما بالغ بر 17 میلیارد تومان شده است. ده شکایت شرکت فیاک و شرکت‌های خارجی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و در انتظار رسیدگی است. فیوزی